سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه. خب دوستان، تو ویدیو قصد دارم ایردراپ جدید پایلوتان رو معرفی کنم و یه تست برداشتم توی این ایردراپ بزنیم. این ایردراپ رو یکی از دوستان توی اینستاگرام به من معرفی کرد که لینکش رو برام ارسال کرد که توی چند ساعت اولیه من تونستم به یه حد برداشت جزئی برسم. الان دوباره میتونم مقداری برداشت بزنم. گفتم حالا که میخوام تست برداشت رو انجام بدم، یه آموزش کلی از ایردراپ رو داشته باشیم و تست برداشت رو بریم با هم تجربهش کنیم. خب دوستان، من وارد محیط ایردراپ میشم. این ایردراپ هم دقیقاً پلی تو ایره، یعنی باید بازی کنید که شما امتیاز به دست بیارید و پاداش بگیرید. این ایردراپ هم تقریباً مثل ایردراپ کتیزنه. اگر کتیزن رو بازی کرده باشید، اونجا باید گربه ها رو با هم مرج میکردیم. توی این بازی هواپیما هستن که البته من قبلاً این بازی رو روی گوشی انجام داده بودم، الان اومدن به صورت ایردراپ درش آوردن و پلی تو ارن شده. حالا این ایردراپ هم کار خاصی نداره. شما باید تعدادی هواپیما خریداری کنید، با هم مرجشون کنید و لولشون رو بالا ببرید و بذارید توی این پیست بچرخن و برای شما کسب امتیاز کنن. یعنی با هر دوری که توی این پیست میزنن به شما مقداری سکه میده. الان نگاه کنید، البته الان من بخش اوتو هم خریدم. میبینید اینجا میتونید مقداری سکه بدید و بخش اتو رو بخرید، خودش دیگه براتون مرج میکنه. برای خرید هواپیما هم روی این قسمت باید کلیک کنیم که برای ما خریداری کنه، یا بیام توی قسمت شاپ. حالا وقتی که لولتون میره بالا، شما میتونید توی قسمت شاپ لول های مختلف هواپیما رو بخرید. شاید شما نیاز داشته باشید که هواپیمای لول پایین تر بخرید، میتونید بیاید اینجا و هواپیما رو خریداری کنید. پس توی این قسمت ما فقط هواپیما میخریم، با هم مرجشون میکنیم و میذاریم توی این پیست بچرخن. حالا اینجا یه گزینه هم داره به نام اوتو که میتونید خریداری کنید. میبینید من قبلا خریدمش، 4900 تا از این سکه پی بود که اینجا مربوط به خود بازیه، که توی بازی شما میتونید به دستش بیارید. مثلا میتونید تبلیغ ببینید. نگاه کنید، اینجا من روی این کلیک میکنم، میگه میتونید تبلیغ ببینی و این مقدار کسب کنی که فعلا من نمیخوام. حالا چون من قبلا اینجا اتو رو خریدم، میبینید هواپیما رو کامل ارسال کرد توی پیست که بچرخن و کسب امتیاز کنن. حالا ما اینجا با چرخش هواپیما توی پیست میتونیم درآمدزایی کنیم، یا اینجا میتونیم روی این تب کلیک کنیم و کسب درآمد کنیم، که هر میزانی که لولتون هم بره بالاتر، اینم مبلغ بیشتری پاداش میده. همینجا که میبینید، حتی من کلیکرم گذاشته بودم اوایلش که لولم پایین بود، کلیکر بذارید دقیقاً اینجا تون تون کلیک کنه، میتونید سکه های زیادی جمع کنید که سریع بتونید لول خودتون رو ببرید بالا. پس تا اینجا شد مرج هواپیماها و تپ و به دست آوردن سکه. حالا گزینه های دیگه این بازی داره که اینجا بهتون میگم. اینجا توی قسمت ستینگ میتونید بیاد، وقتی که بازی رو باز میکنید صدا داره، میتونید اینجا بیاید صداها رو کامل قطع کنید، هم موزیک هم صدای بازی رو میتونید توی قسمت سیتینگ قطعش کنید. اینجا یه گزینه دیگه داریم که میبینید تسک ها رو اینجا به ما نشون میده که شما اگر فرندی دعوت کنید و کارهایی که اینجا بهتون گفته رو انجام بدید، به شما همون سکه پی رو به شما میده که توی بازی میتونید باهاش کلی کار انجام بدید. یه قسمت دیگه اینجا داریم به نام اچیومنت. همینجا که میبینید فقط یه باگ هم داره این قسمت اچیومنتش که میتونیم امتیاز خوبی کسب کنیم. حالا قبلا که من کسب کردم، ببینم الانم میشه. نگاه کنید الان توی این قسمت مثلا من به لول 30 رسیدم، به جای یک کلیک چند بار روش کلیک کنیم، چند بار 50 تا رو میده. حالا ببینم دوباره این کارو میکنه. نکنید این 50 تا، ببینم 761 هم بیشتر میشه یا نه. میبینید چند بار شد؟ 911 شدم. سه بار من روش کلیک کردم و سه بار این جایزه رو گرفتم. اینم دقیقاً باگی که توی این ربات هست. من الان به جای 50 تا 150 تا گرفتم. حالا اینجا هم اگر به لول 30 برسیم یا لول 50 یا لول 70، میبینید مستقیم به کیف پولی که ما معرفی کردیم این مقدار پاداش میده. الان نگاه کنید، بعد 5 سنت برای من ارسال کنه. حالا من قبلا کیف پول رو معرفی کردم، اینجا میزنم ببینم ارسال میکنه. خب دوستان، حالا اینم از این قسمت. دوباره برمیگردیم توی صفحه اصلی. حالا من جواب ما رو کامل استاپ کردم که نچرخن اینجا، بتونیم کامل توضیح بدیم. یه گزینه دیگه داریم اینجا به نام دیلی ریوارد که روزانه شما باید بیاید و جوایزتون رو دریافت کنید. حالا همینجوری که من توی روز اولم، هنوز حتی روز دومم نرسیدم. اینم دیلی ریواردمونه. یه قسمت دیگه داره به نام ماینینگ. اینجا نگاه کنید، اینجا وقتی که شما بازش میکنید 30 تا ماین به شما میده. یعنی باید اینجا نگاه کنید، یه زمانی طول میکشه، نزدیک 10-15 ثانیه طول میکشه اینجا
این شخص برای شما ماین میکنه، حالا یا کوین خود بازی رو به شما میده یا به شما تتر میده. حالا نگاه کنید این زمان به پایان برسه بهتون میگه. الان نگاه کنید این زمان به پایان رسید. الان به من 10 تا از کوین بازی رو داد که کلیم میکنیم. حالا من بار دومم چک میکنم. خب دوستان اینجا نگاه کنید بار دوم که میشه، وقتی که ماینتون تموم میشه یه تبلیغ 15 ثانیه‌ای به شما نشون میده، دوباره بر میگرده و جایزه رو به شما میده. الان این تبلیغ 15 ثانیه‌ای تموم میشه. اینجا دیدید 20 سنت برای من ماین کرد و مقداری هم سکه پی به من داد. حالا دوباره داره ماین میکنه، ببینیم به چه صورتی، ببینیم چه جایزه‌ای به ما میده. میبینید اگر پاداشتون فقط پی باشه دیگه تبلیغ به شما نشون نمیده، اگر توی پاداشتون تتر هم باشه به شما اینجا تبلیغ نشون میده. حالا من میذارم یه دونه دیگه تست کنه، بعد میریم سراغ ادامه ماجرا. میبینید دوباره چون تتر داخلش بود به ما تبلیغ نشون داد که اینم کلیم میکنیم. حالا من میام بیرون کامل. حالا همینجور که دیدید ما توی این قسمت هایی که توضیح دادم درآمدمون رو کسب کردیم، بعد برداشتش کنیم. حالا قبل از برداشت چند تا نکته دیگه هست من بهتون میگم، میریم دیگه سریع با هم برداشت رو میزنیم. نکته دیگه که میخوام بهتون بگم توی قسمت شاپ شما میتونید پیستتون رو آپگرید کنید. نیا کنید اینجا توی قسمت شاپ ما میایم، یه قسمت داره به نام آپگرید. اینجا یه سکه داریم، یه سکه شبیه پره هواپیما هست همینجوری که میبینید. این سکه رو ما باید بدیم که برامون این کارا رو انجام بده. ببینید مثلا اینجا دیسکانت به اون میده، تخفیف به اون میده برای خرید هواپیما، یا میتونیم پیستمون رو آپگرید کنیم. حالا برای به دست آوردن این سکه هم اینجا روی به علاوه کلیک میکنیم، روی پلاس کلیک میکنیم. اینجا سکه هایی که هواپیمامون به دست آوردن رو اینجا بهش میدیم. ببینید مثلا من مکس رو که بزنم این مقدار سکه میده و این مقدار سکه پری هواپیما رو میده. حالا اسمش من دقیق نمیدونم، اسمش هم نزده. این میتونیم این توکن رو به دست بیاریم که بتونیم پیستمون رو آپگرید کنیم. گفتم که توی این قسمت شاپ میام توی قسمت آپگرید و اینجا. حالا این کلا توضیحات کلی بازیه. گفتم که برای خرید هواپیما هم تنها کاری که داریم اینجا ما خرید رو بزنیم. حالا چون من اینجا اتو رو خریدم، ببینید سریع با هم مرجش میکنه. یعنی من هر چی که اینجا میخرم ببینید سریع با هم مرج میکنه و شروع میکنن باز به فعالیت. حالا ما توی این قسمت هم یه اسپین داریم که به ما روزانه مقداری فری میده. میبینید میتونیم اینجا اسپین کنیم و برای ما اینجا میچرخه و به ما پاداشای میده. حالا بیاد ببینیم به ما چی میده. میبینید مثلا جایزمون شد این مقدار سکه. یا اینجا میتونیم مقداری سکه پی رو بدیم، سکه پی خیلی ارزشمنده ها، و جعبه لژندری به ما بدین. یا کنید من حالا این مقدار 398 سکه رو بهش میدم ببینم چی به من میده. میدید من 398 تا سکه داده بودم، 500 تا به هم برگردون و نیترو هم به اون داد که نیترو سرعت هواپیمامون رو بالاتر میبره، بعد درآمدمون بیشتر میشه. حالا چون که پول خودش رو درآورده و من دوباره یکی دیگه میذارم ببینم به چه صورت. حالا همیشه هم پول خودش رو در نمیاره. حالا ببینم این بار چی میده بهم. میبینید این بار 200 فقط توکن رو برگردوند. خب اینم از این قسمت. دیگه چیز خاصی نداره که بخوایم توضیح بدیم. اینجا رنگ داره، بوست داره. بوست هم شما میتونید برید بوست رو بخرید. با همین سکه‌ای که اینجا دارید میتونید بوست رو خریداری کنید. خب دوستان دیگه نکته خاصی نداره که بخوام بهتون بگم. فقط برای دعوت دوستاتون میتونید اینجا بخش اینوایت بیاید، لینک خودتون رو به دوستاتون بدید که بتونن توی بازی شرکت کنن. حالا من میام توی بخش برداشت. اینجا همینجا که ببینید اینجا گذاشته برای ما سکه‌هایی که به دست آوردیم و میتونیم اینجا برداشت کنیم. حالا همینجا که ببینید من قبلا یه برداشت 3 سنتی زدم و اینجا میخوام برداشت 10 سنتی بزنم. اینجا اول میگه که ولت خودتو معرفی کن. چون قبلا من ولتمو معرفی کردم میبینید دیگه اینجا خودش میشناسه. فقط دوستان اینجا این نکته مهم بهتون بگم که برای بخش ولت به هیچ عنوان ولت اصلیتون رو به این ایردراپ ها ندید. یک ولت جدید بسازید و ایردراپ هایی که هنوز صحت و سقمشون مشخص نیست و به اون ولت دومتون همیشه وصل کنید. حالا همینجور که میبینید الان میخوام 10 سنت برداشت بزنم، برداشت بعدی میشه 30 سنت، 60 سنت، 1 دلار. همینجور میاد بالا که میبینید تا 1000 دلار هم داره که دیگه توی 1000 دلار خیلی زیر مجموعه میخواد. حالا نگاه کنید هر کدوم از اینا هم یه پیش نیازایی داره که بذاره شما برداشت کنید. من اینجا 10 سنت رو میزنم برداشت، سنت رو میزنم. همینجوری که میبینید آدرس منو اینجا میزنه، بهتون میگه که این مقدار فی شبکه میگیره و با تانم به شما پرداخت میشه. یعنی اینجا واریز میکنه به ولت تان کیپر و با تانم پرداخت میشه. به اندازه 10 سنت تان به من میده. البته 2 سنتش اینجا کم میشه، اندازه 8 سنت تان باید به من بده.
پیش نیازاش اینه که کانالشون رو سابسکرایب کرده باشید و 5 تا دوست داشته باشید، 5 تا دوستی که لولشون به 5 رسیده باشه. قبلا این گزینه نبود، توی آپدیت جدیدی که داد این گزینه هم اضافه کرد. حالا من اینو تستش میکنم. همینجور که دیدید ارسال کردم، من اینجا تانکیپر رو باز کنم. خب همینجور که من یه ریسیو امروز داشتم، این دقیقا همون مقدار کوینیه که توی اچیومنت ها به من داده بود. این مربوط به اچیومنت میشه و الان ببینم این کوین جدیده هم به حساب من میشینه یا نه. حالا من برداشت قبلی که زدم خیلی سریع نشست، الان ببینم. خب همینجور که میبینید نشست به حساب و 0.01 تان به حساب من نشست. حالا همینجور که میبینید 0.0173 تا تان به حساب من نشسته که قیمتش میشه هولوش 8 سنت، همون چیزی که دقیقا توی اپ گفته بود که 10 سنت برداشت میکنین 2 سنت فی شبکه میگیره. پس میبینید که تان به حساب من نشست. من تا حالا 3 بارم برداشت زدم و 3 بار به حساب من نشستیم. حالا من ببینم دوباره میتونم برداشت بزنم. اینجا بخش برداشت میام و 30 سنت رو تست میکنیم. خب همینجا که میبینید برای 30 سنت گفته که باید 20 تا از فرندای شما به لول 5 رسیده باشن، که من 13 تا از دوستان بیشتر به لول 5 نرسیدن. حالا میگم که قبلا این گزینه نبود و میشد به راحتی برداشت بزنی، ولی جدیدن توی آپدیت جدیدش میبینید که باید زیر مجموعه ها به لول 5 رسیده باشن. حالا اگر ما نتونیم حتی زیر مجموعه هم کسب کنیم، میکنید توی بخش کوست من برم توی اچیومنت، شما اگر لولتون رو ببرید بالا به شما تتر هدیه میده. میبینید که لول 30 این مقدار، لول 50 این مقدار، و اگر به لول 90 برسید 1 دلار به شما میده. اگر دیگه لولتون به 110 130 150 برسید که دیگه جعبه های هدیه ای که مشخص نیست چه مقداریه، ولی همینجور که میبینید میتونیم حالا تا 1 دلار رو کسب کنیم. البته رسیدن به لول 90 هم خیلی کار خاصی نداره با گزینه‌ای که بهتون گفتم. این قسمت تپش هر چقدر که شما کلیک کنید به شما اینجا سکه رو میده. یعنی من اتو کلیکر گذاشته بودم کامل هی تپ میزد و شاید بیشتر از هواپیما هم تونستم کسب کنم از این قسمتش. خب دوستان، این تا اینجا تجربه شخصی من از این ایردراپ. حالا من تجربه شخصیمو با شما به اشتراک گذاشتم که حالا اگر دوست داشتید این ایردراپ رو شروع کنید یا ادامه بدید، که حالا من لینک این ایردراپ هم توی بخش دیسکریپشن میذارم، اگر دوست داشتید میتونید شروع کنید. خب دوستان، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.